دوستان عزیزم سلام، در ادامه توضیحاتی که من در خصوص OpenWRT داشتم من ادامه میدم. در قسمت یک ما در مورد نصب صحبت کردیم، الان میخوام منوها رو یه مقداری به شما نشون بدم. دقت بفرمایید که ما 4 منو اصلی داریم که 3 تاش مقدار ساب منو داره: اوورویو، اطلاعاتی در مورد سخت افزار رم مورد استفاده که الان اینجا نوشته 40 مگابایت، خب، و مثلا اینکه SSID که الان دیسیبلد، فایروال. اینجا شما میتونید که رولای IP تیبلز رو ببینید که OpenWRT از IP تیبلز استفاده میکنه، خب، و اینا رو میتونید به شکل وب بیسد ببینید اگر لازم باشه تغییراتی بدین. دیفالت روت ما الان نداریم، الان اینو خب با ARP دیتک کرده، ولی خب من باید برم تو تنظیمات شبکه اینو درست بکنم. لاگ سیستم و لاگ کرنل، پروسس هایی که در حال اجرا هستن و باز به شکل وب بیس ما میتونیم اگه لازم باشه کیل کنیم، ترمینیت کنیم، و این قسمت میتونه نسبتا مفید باشه. یه دونه ریل تایم ترافیک لاد و اینا رو به ما میتونه نشون بده. خب بعد عرضم به خدمت شما که توی سیستم در اینجا ما میتونیم اول یه کاری که باید بکنیم، اگه لازم باشه هاست نیمش رو عوض میکنیم، تایمش رو میزنیم Asia/Tehran، و اینکه دقت بفرمایید که ما نیاز هستش که اغلب NTP client و network time protocol رو enable بکنیم. ما در اکثر روترها برخلاف PCI که real time clock دارن، RTC دارن، چیپی دارن و باتری دارن که موقعی که دیوایس از برق قطع میشه ساعت رو آپدیت میکنه، یه همچین چیزی نداریم. اینا وقتی برق میاد باید از طریق شبکه ساعتشون آپدیت بشه. مودم ها، روتر ها، به ندرت من دیدم بعضی مواردی که یه همچین چیزی رو داشته. بعد در مورد لنگویج، البته من لنگویج پک نصب نکردم. دوستانی که به لوکالیزیشن علاقه دارن میتونه اپورتونتی خوبی باشه برای فارسی سازی. بعد و همچنین تنظیمات لاگینگ و اینا رو که حالا فعلا باش کاری نداریم. ادمنستریشن، خب ما حتما یه پاسپورت باید برای این ست بکنیم که بتونیم بهش SSH بکنیم. یه پاسپورت مناسب براش میذارید، بعد اینترفیسی که باید بشه روش SSH کرد رو تعیین میکنید. بعد عرضم به خدمت شما که اگر دوست داشته باشین که بدونین که برای SSH کردن پاسپورت بدین، میتونید که پابلیک کیتون رو اینجا اضافه کنید. دیگه در سافتور، من خب به شما نشون دادم در قسمت قبلی که ما میتونیم سافتورهای اضافه بکنیم. پکیجایی که نصب شده رو میتونیم اینجا الان آلردی ببینیم، به صورت وب بیس ریموف کنیم. پکیجایی که میتونیم نصب بکنیم رو باز میتونیم در قسمت اویلیبل پکیجز ببینیم. اگر اینجا از توی کانفیگوریشن لیستمون رو آپدیت کنیم، اینا رو درست بکنیم، میتونیم اونا رو ببینیم. به صورت وب بیس نصب بکنیم اینا رو. رپوزیتوری که همین الان هست، نمیدونم آیا رپوزیتوری ترد پارتی هست یا نه. و اینکه خب برای تنظیمات این کجا بود من رفتم، سافر، آها، اینجا سرویس هایی که موقعی که دیوایس بوت میشه اینیبل هست و میتونیم ببینیم اگه لازم باشه چیزی رو میتونیم استارت، استاپ یا دیسیبل بکنیم یا اینیبل بکنیم. بعد عرضم به خدمت شما که تسکایی که از کرون تب و اینجا ما میتونیم ببینیم، همون فرمت کرون تب که هستش که ما تو توضیح دیگه میبینیم. LED، ما میتونیم که هر LED رو اینجا، LEDی که دیوایسمون داره رو به شکل به خصوصی تنظیم بکنیم که یه اکتیویتی ویژه‌ای رو برام نشون بده. و خب تنظیمات رو طبیعتا میتونیم که دانلود بکنیم، ولی من بعدا نشون میدم تنظیمات چجوریه، یا ریست فکتوری بکنیم که اینم من میگم مکانیزمش به چه شکله الان خدمتون. و عرضم به خدمت شما که خب ریبوت هم که هیچی، ما الان اینجا تنظیمات نتورک در مورد خود من، اگر ما از طریق پورت ونش، الان ما اینجا لن اینجوریه، خب ما گتوی و من اینجا اینجوری میدم، حالا تنظیمات دوستان اغلب اینجوری نیست. خب این در مورد منه، باید این رو به چه شکلی تنظیم میکنید رو اینو باید بدونید. تنظیمات من یه تنظیمات ویژه است، رو چه پورت DHCP اینیبل باشد یا نباشد.
چیزی که قرار با هم بریج بشه. اینجا محدودیت رو ندارید، هر پورتی رو میتونید به شکل ون یا لن تنظیم بکنید اگر بدونید دقیقا چی کار میکنید. بعد تنظیمات DHCP سرور کلاینت اینا و تنظیمات TFTP و عرضم به خدمت شما که استاتیک روتا فایروال دیاگنوستیک. خب الان کاری که من باید بکنم اینجاست که برگردم اینجا فعلا، الان بریم برای اینکه به این SSH بکنیم کلیر. اول ویم دات SSH نام هاست، اگه قبلا من اینجا باشه که هست اینو ذخیره بکنم. کلیر SSH روت ات 192.168.1.1 با IP پیشفرض هستیم. بله اینو قبول داریم. پسوردی که همین الان زدیم رو میزنیم و لاگین شدیم. خب کلیر. خب بیا پینگ میگیریم. بله خب بله پینگ گوگل دات کام. بله ریزالو هم داریم، مشکلی نداریم. خب من الان میخوام بگم که خب این فلش 8 مگی که این داشتش به چه شکلی OpenWRT اینو استفاده کرده. و خب من الان با یک دستور به خصوصی میخوام اینو ببینیم، block info. خب این دستور ویژه برای اینه، block info. خب ما اول از همه اینو OPKG آپدیت بکنیم. پکیج رو آپدیت بکنیم. حالا من میگم این آپدیت ها اینا کجا ذخیره میشه. دقت کنید اگر ریبوت بشه دیوایس ما مجبور هستیم که دوباره همین کار رو انجام بدیم. خب بعد عرضم به حضور شما که OPKG install یه دونه بلاک مانتو فعلا و اینجا بذارید من اینو نها کنم. بله آزارم اینترنت من اذیتمون نکنه. بلاک اینفو. خب دقت کنید الان در حال حاضر این استوریج داخلی رو نشون میده. ما موقعی که فرمور OpenWRT رو فلش میکنیم روی فلش چیپ داخل دیوایس، اینو به دو قسمت عمده تقسیم میکنه. یه دونه یه قسمت رید اونلیه با یه سیستم عامل فایلی به خصوصی که رید اونلی هایلی کامپرست با تایپ اسکواش اف اس در قسمت اسلش رام هست، و یه دونه دیگه که رید رایت هستش در جایی به اسم اسلش اوورلی با یه سیستم فایلی ویژه‌ای به اسم JFFS2. خب که الان اگر ما اینو ببینیم این به این ترتیب در اینجا مانت شده. خب ایناشش اسلش اوورلی. خب این سیستم فایلی عجیب و غریب چیست و اینکه ما موقعی که خب بالا مثالی من میخوام بهتون بزنم، شما موقعی که با مداد رو کاغذ مینویسین با پاکون میتونید بارها پاک کنید و دوباره بنویسید. فلش این حالتیه که انگار دارید با خودکار رو کاغذ مینویسین و اگه این پاکونا رو دیده باشین این سمت در واقع حالت انگار سنباده ماننده، یعنی هر دفعه شما یه مقدار از کاغذ بر میدارید و فلش ها بعد از مدتی بارها روش اطلاعات بنویسین و پاک کنید از بین میروند. و یه دونه USB فلش یا یه دونه SD کارت یه مکانیزمی دارن که یه مقداری این رو سعی میکنه که هوشمندانه در قسمت‌های مختلفش بنویسه، از اون خیلی بهتر یه دونه SSD است که باز مثلا این اصطلاحاً تیر اند ویر رو کم میکنه، یعنی یه مکانیزم هوشمندانه میدونه کجاها خالیه و با کمک سیستم عامل مجموعه‌ای از کار سخت افزاری و نرم افزاری و فرم ویر و اینا در جایی مینویسه که این کمتر مستهلک بشه و تیر اند ویرش کم بشه. ولی در مورد یه همچین چیزی ما نداریم و بنابراین سیستم عاملای سیستم فایلی مثل این JFFS2 جوری تنظیم شدن که به صورت روتیشنال در قسمت‌های مختلف بنویسه تا جایی که میشه و این ویرنتی رو کم بکنه. خب حالا این CD/overlay اگه ما بریم یه LS من بگیرم
ls-lah و مثلا ls-upper. خب اینجا میبینیم که خب تنظیماتی مثل مثلا تو این etc و config، اینجا تنظیمات config پیشفرض اینجا هستن. اگر ما reset factory بکنیم میاد این پارچن اوورلی رو پاک میکنه، از اون پارچن اولیه، از بلاک دیوایس اولیه یعنی این دوست عزیزمون، محتویات اینجا رو اوورریت میکنه و دوباره یه چیزای ساده مینویسه. اینا فایل تکست هستن. خب معنی اگه من برم مثلا cdetc/config cd upper etc config ls، خب cat مثلا fstab، این سیستم مانتی رو اینجا داره، یه فرمت ویژه‌ای هستش cat مثلا dhcp که مثلا روی کدوم اینترفیس اینا باشه و الاخر. خب حالا این یه توضیح کلی بود و cd/overlay ls مثلا ls، خب ls upper و اون نرم افزارهایی که هم نصب میکنیم ls work اینجا نصب میشه، دیتای ما اینجا نصب میشه، یا نه همون تو آپره، آپر مثلا اسپین. ببینید مثلا این بلاکی که ما نصب کردیم اونجا، میبینید که ملاحظه میفرمایید اینجاست. خب حالا من اینو گفتم و خب من الان یه فلش یو اس بی وصل کردم به این دوست عزیزمون و خب در توضیحات اوپن دبلیو آر تی دو صفحه داریم برای استفاده از فلش ها. یه دونه یه حالتیه که شما میخواین فقط برای دیتا استفاده بفرمایید و یه دونه حالتیه که شما برای ext root external root میخواید از اون فلش استفاده کنید، یعنی هم برای دیتا هم برای باینری ها. و من در این حالت خصوص میخوام برای external root استفاده کنم که یعنی این که هم بتونم دیتای زیادی نگه دارم و همین که تا جایی که میخوام اپلیکیشن نصب بکنم با OPKG روش. خب و اینها جفتشون راهنمای خوبی هستن، باید بخونید. من یه قسمتایی از یکی استفاده میکنم، یه قسمتایی از اون یکی. ببینید اینجا همون ماجرایی که دیوایس به صورت پیش‌فرض در اغلب موارد به دو شکل روت سیستم و اورلی پارتیشن بندی میشه رو نوشته، توضیحات نوشته. ببینید اگر دیوایستون زیر 4 مگابایت باشه ما خیلی مشکلات سختی داریم، یعنی این کاری که میخوایم الان بکنیم به این راحتی نخواهد بود. ترجیحاً دیوایسی استفاده کنید بالای 8 مگابایت استوریج داشته باشه، زندگی شما رو شیرین خواهد کرد. خب که ما الان بلاک مانت رو نصب کردیم، یه دونه بلاک اینفو گرفتیم و اینا رو داریم. الان ما اول از همه کرنل مود برای یو اس بی استوریج رو میخوایم نصب کنیم. opkg install kmod-usb-storage و اینا هم احتمالا در واقع مواردی هستن برای هاب یو اس بی، اینا هم چیز خوبیه، kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci. بعد یه مورد هم این ور نوشته بود چیز خوبی بود، USB utils. اینا رو نصب کنیم ببینیم به چه وضعیتی فلش USB ما رو تا قبل از این که ما اینا رو نصب کنیم دیتک نخواهد شد. اینترنت من امیدوارم ما رو سرشکسته نکنه. بله بله نصب شد، نصب شد. یه مداری دیپندنسی و اینا اگر لازم باشه اینا رو نصب میکنه. میبینید اینو من نزدم، این رو خودش داره نصب میکنه. تا حالا از این df-ht دوست عزیزمون که اوورلی باشه از 3.9 مگ 776 کیلوبایت رو استفاده ما کردیم. خب کلیر lsusb-t بله این الان شناختش و کانکتور ما رو اگر هابی چیزی باشه اینجا میشناسه اینجا و یه استوریج هم اینجا شناخته. خب و اگر ما ls/dev/sd ستاره بزنیم
میبینید که اینو شناخته. من حالتی رو در نظر گرفتم که در واقع یه پارتیشنی هم روش هست، مثلا پارتیشن فت، و این حالتیه که در اغلب موارد شما یه دونه فلش نو رو میخرید هست. دقت کنید همین پارچن بندی رو روی کامپیوتر خودمون هم میتونیم انجام بدیم، یا میدونید این کار رو متعلن دارم فرض میکنم که اصلا آقا همه کار رو میخوایم روی این انجام بدیم. خب بعد خب ما این بلاک ماونت هم که این کار کردیم که خب حالا بلاک اینفو بزنیم، کلیر بلاک اینفو. قبلا فقط داخلی ها رو میداد، الان ملاحظه فرمایید که میگه آه یه دونه من فت 32 دیدم، خب ولی این به درد ما نمیخوره. خب ببینید راهنمای این ور بر اساس پارچن بندی در مود جی پی تی گفته، و این ور در حالت پارچن بندی در مود ام بی ار اصلا نگفته. حالا میبینید اینجا خب من الان میخواهم که این رو با مود ام بی ار راحت میخوام کار رو انجام بدیم. او پی کی جی اینستال، به جای اف دیسک هم سی اف دیسک رو نصب میکنم، یه مداری میخوام راحت باشیم به خودمون آسایش بدیم. خب یه سری لایبرری ها رو الان برای ما که لازم استش، این به خصوص این لایبرری، این مثل اطلاع برای بچه که میخوان در محیط ترمینال برنامه نویسی کنن، این لیب ان کورسز جایگزینیه. اگه تو سی های قدیمی با لایبرری کانسل آی او آشنایی دارین، اون منسوخه. در حال حاضر این چیزیه که برای نوشتن برنامه های خیلی به اصطلاح فول اسکرین، حالا بهتر بگم فول ویندو تکست از این استفاده میکنن. خب حالا این انجام شد. خب cf disk slash dev slash sda. خب من الان پارچن فتی که اینجا هستش رو دیلیت میکنم، خب یه پارچن جدید درست میکنم به اندازه 7 گیگابایت، خب پرایمری هم باشه. یه دونه پارچن دیگه اینجا درست میکنم به اندازه 543 مگابایت، اینم پرایمری باشه. تایپ این دوست عزیزمون رو میکنم سواپ و اینو رایت میکنم و میزنیم یس و بعد اینجا اینو کویت میکنم. یه دونه بلاک اینفو دیگه میگیرم ببینیم که اینا رو دیتک کرد. بله دیتک کرد، حتی این هنوز فرمت نشده. خب امکا سواپ دارم، آره slash div slash sda2 ببینیم سواپ آن داریم، آره سواپ آن. اول یه من اینو خدمتتون نشون بدم دیف، نه عرضم به حضور شما که فری داش ام الان ملاحظه میکنید سواپ نداریم. این انقدر مموری که داریم 27 مگابایتش نمیداریم، اینجا به صورت کش استفاده شده، 33 مگابایت خالیست. حالا سواپ آن اسلش دیف اسلش sta2، حالا اینو میبینیم و ملاحظه میکنید که ما الان مقدار زیادی سواپ مموری داریم در حد نیم گیگابایت و این میتونه برنامه زیادی به ما اجازه بده اجرا کنیم. دقت کنید استفاده از سواپ همونجوری که گفتم عمر فلش رو به صورت زیادی کم خواهد کرد. این چیزیه که شما ترید آفیه که دارید، آره برنامه زیادی میتونید اجرا کنید ولی اگه از روی سواپ روی فلش استفاده کنید عمرش رو میارید پایین. خب حالا کار دیگری که ما میخوایم بکنیم پارتیشن SDA1 رو میخواییم فرمت کنیم. اینجا اومده به ما با گفته با EXT4 فرمت کرده، ولی اینجا اومده و به ما گفته که اگر هارد درایو دارید، هارد دیسک مکانیکی، با EXT4 این پکیج رو نصب کنید و فرمت کنید. اگر شما میخواهید با در واقع یه دونه SSD دارید، حالا حتی SSD کمتر، ولی یا فلش تام درایو USB تام درایو دارید یا SD کارت دارید، حالا اینجا ننوشته، با یه سیستم فایلی که اپتیمایز هست برای فلش که این ماجر وضعیتش رو بهبود ببخشه به اسم F2FS فرمت بکنید که من الان از این استفاده میکنم. OPKG install F2FS داش تولز و کی مود کرنل ماجول F2FS بذارید اینو نصب کنم.
من میخوام ویدیوم زیر نیم ساعت باشه. ببینم الان چقدر شده؟ 19 دقیقه. خب خب اینترنت ما رو سرشکسته نکرد. حالا اینجا و mkfs.f2fs داشت یه لیبل هم به این بدیم، اسمش هم میذاریم overlay slash dev slash sda 1. لیبل اوورلی تریم ایز اینیبل. حالا تریمی ما در کار نداریم. خب حالا بلاک اینفو این دوست عزیزمون الان به این شکل هست. خب من الان کاری که انجام میدم اینجاست که موقت اینو مانت میکنم cd/tmp mkdir/sda1 mount/dev/sda1 sda1. یعنی اگه الان ما مانت بگیریم این اینجاست. خب الان کاری که ما میخواییم بکنیم اینجاست که قبل از اینکه من این کار بکنم اینجا یه راهنمایی برای این ور نوشته. اینجا میگه که خب ببینید محتوای اورلی فعلیمونه، یعنی کانفیگی تا همین الان داریم، کانفیگ شبکه و هم چهار تا پکیجی که نصب کردیم و اینا رو باید کپی کنیم روی این پارتیشن. خب چون به محض اینکه الان ریبوت بکنیم دیگه این میشه اورلی، اون یکی دیگه باش کاری نداریم. خب عرضم به حضور شما که ls/overlay یه همچین چیزی، ls/overlay یه همچین چیزی داریم. خب این دستوری که گفته اینو گفته اینجوری مانت کن، بعد همه رو اینجوری چیز کن. مالو با چرا با تر ما با سی پی این کار میکنیم؟ خب سی دی اس دی ای یک اینجاست، سی پی اسلش سی پی داش آر یا اسلش اوورلی ستاره نقطه ال ال سی پی اسلش اوورلی اسلش دات نقطه. این در واقع چیست دوست عزیزمون که این به این شکل یه سیمبولیک لینکه؟ rsync. آه بزنین با opkg اینو opkg install rsync. حوصله این که ببینم این لینک به چه شکلی و اینا ندارم اصلا. برای چی اینجا هست fs state؟ فکر نمی کنم به این احتیاج داشته باشیم. rsync.avn slash overlay ستاره نقطه total size ls ll. خب حالا همونه. خب ما الان این کار کردیم. حالا اینجا یه تنظیمات برای اینکه مانتار این رو درست بکنیم هست. بعد اینجا گفته بزن بلاک دیتکت، بزن بلاک دیتکت که تنظیماتی که شبیه fs tab detect detect. خب این رو گفته بزن اینجا، اینجا به شکل دیگه نوشته، اینجا گفته بلاک دیتکت نکن. این دوتا دستور یه کار میکنه، یعنی cat slash etc slash config slash fs tab من بزنم نکن الان هیچ اینجا نداره، میگه این بلاک دیتکت رو بزن، بعد این رو بزن UCI import fstab UCI import fstab که با این یکیه. cat slash etc slash config slash fstab. خب
ببینید خب حالا اینو ادیتش میکنیم نسخه ببینید موقعی که ما اولین بار اوپن دبلیو آر تی رو نصب میکنیم یه باینری به اسم بیزی باکس هستش که این بیزی باکس توی دیوایس هایی مثل این تی پی یا مثلا به فرض اندروید یا مثلا حالا مثلا مودما و روترا اینا این میاد خیلی از برنامه‌های مهم رو امولیت میکنه خیلی ولی در حد ضعیف یعنی اکثر فرمان‌های ویم اینجا کار نخواهد کرد /config/fstab auto swap check fs خب حالا اینجا میگه که این رو الان میخواد اینجا در حالتی که انگار ما نمیخواهیم در حالت اکسترنال روت باشه در نظر گرفته ما اینو درست میکنیم اکثر فرمان ها کار نمیکنه این هم کار نمیکنه خب insert /overlay خب اینو اینیبلش میکنیم دیلیت بعد اینجا ببینیم آپشن اینیبلد نه این که آپشن که اینیبلد که هست آپشن fs تایپ فایلی که ما استفاده کردیم f2fs این هم باید enabled باشه سوپمون توی مثالی که اینجا زده ناکنید USB شو به سه پارتیشن تقسیم کرده یه دونه slash overlay برای در واقع root و دیتایی که روش هستش کانفیگا نرم‌افزاری که نصب میکنیم یه دونه slash data این هم بازی آپشنه هر جور دوست دارید عمل بکنید خب این کار کردیم بعد این به صورت مانوال این کار کرده cd://dev/umount/sda1ls خب خب این الان خب لاد شد ببینید این قبلا میبینید ما اینجا 58 مگابایت آره دیتایی که کپی کردیم یکسانه very good خب final step reboot the device let's reboot ساب میکنیم یه پینگم بگیریم دستور تایم هم بذاریم ببینیم چقدر طول میکشه تا اینکه پینگمون بیاد البته الان هنوز سرویس های SSH و اینا هنوز کامل بالا نیست ولی میبینید که سرعت بوت چقدر میتونه بالا باشه چی شد؟ کار میبره اومد خب اینو میبینید این اضافه شد یکی این سواپ اشتباه کردیم یعنی بریم ببینیم
black info free-m. آه swap درست نیست. چرا؟ swap on slash dev sda2. حالا درسته، البته من باید کانفیگار رو دقیقه رو ببینم درست بکنم. خب حالا ما این کار کردیم، ما OPKG update clear. ببینید الان مثلا من دستور ویم بزنم، خب دو نقطه help، این هیچی، دو نقطه کیو. حالا OPKG list vim ستاره. ما یه نسخه از vim fuller رو اینجا و vim help رو نصب میکنیم. OPKG install vim dash fuller vim dash help. اینا الان دیگه روی اون استوریج اکسترنال ما ذخیره خواهد شد. خب بیزی باکس به صورت پیش فرض، یعنی در واقع اوپن دبلیو آر تی به صورت پیش فرض جوری تنظیمی که مثلا ویم رو از بیزی باکس اگر نصب نباشه از بیزی باکس اجرا کنه، ولی برای اینکه این لاد بشه باید پروفایل در واقع دوباره لاد بشه. حالا ما مثلا یکی روشش اینجاست که ما الان از اس اس اچ میایم بیرون دوباره میریم تو، میتونستیم پروفایل هم راد کنیم ولی خب همین الان هم اینجوری بهتره. ویم میبینید همون نسخه کامله، همه چی به ما میده. کلیر دی اف داش اچ تی. بله الان ملاحظه میکنید که این دوست عزیزمون در اوورلی هستش و خود اوورلی را هم در اینجا، این الان نمیداری یوزد سپیسش بیشتره، هنوز 7 گیگ جا داریم، 6 ماه 6 گیگ جا داریم و اینجاست که الان ما میتونیم پکیج های بیشتری رو اینجا نصب کنیم. خب من ببینم ویدیوم چند دقیقه شده. زیاد شد. خب تا همینجا خوبه، این برای این قسمت از ویدیو کافیست. من الان قسمت دوم ویدیو رو ضبط خواهم کرد، اینو همین الان استاپش کنم. فعلا خداحافظ.